سوسن تسلیمی در سالهای اول بازیگریش با داریوش فرهنگ در گروه تئاتر پیاده آشنا شد که این ارتباط منجر به آشنایی بیشتر و در نهایت ازدواج شد. این زوج صاحب دختری به نام توکا شدند، اما بعد از سالها زندگی به دلیل تصمیم به مهاجرت خانم بازیگر در سال 1366 از هم جدا میشن. سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه به حرف‌های جنجالی و باور نکردنی داریوش فرهنگ درباره همسر سابقش سوسن تسلیمی میپردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. داریوش فرهنگ با حضور در تاکشوی کافه آپارات گفتگوی مفصل رو درباره زندگی هنری خودش با فریدون جیرانی انجام داد. اون در قسمتی از سخنانش به ماجرای حضور سوسن تسلیمی در اوایل دوران هنریش اشاره میکنه و بعد هم سراغ رابطه عاطفی و مهاجرتشون میره. سوسن تسلیمی بی اغراق از بازیگران قدر نادیده سینمای ایران بود که در اوج هنر خودش جبر رو بر ترک وطن دید و آخرین حضورش بر پرده سینما نیز شد همون فیلم خاطره انگیز شاید وقتی دیگر به کارگردانی بهرام بیضایی. داریوش فرهنگ در سال 1326 در آبادان و در خانواده متوسط به دنیا آمد. او بعد از درگذشت پدرش در 8 سالگی به همراه خانواده به شهر کرمان، زادگاه مادرش، مهاجرت کرد. مادر وی از طایفه اصیل و سرشناس شهیدی زندیه چوپار بود. دوران دبستان و دبیرستان رو در کرمان گذروند و بعد از اون که در دانشگاه پذیرفته شد به تهران رفت. او در سال 1352 در رشته کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. داریوش فرهنگ در عرصه زندگی شخصی با خانم سوسن تسلیمی که او هم از کارگردانهای مطرح سینما بود ازدواج کرد. ولی این ازدواج چند سال بیشتر به طول نینجامید و اونها در سال 1368 از هم جدا شدند. در سال 1369 داریوش فرهنگ با خانم روزیتا اربابیان ازدواج کرد و هم اکنون صاحب فرزندی به نام مانی هستند. ایشون گفته ازدواج دومم در سن جا افتادگی بود و طبعا نمیتونه بر روی مسائل مرسوم پیاده بشه. دیگر آدم ها در این سن میخوان یک زندگی توأم با آرامش و آسایش داشته باشن. او فعالیت در تئاتر رو از سال 1345 آغاز کرد و در سال 1347 گروه تئاتر پیاده رو بنیان گذاشت. نخستین فعالیت سینماییش با بازی در فیلم کوتاه سلندر ساخته ی واروش کریم مسیحی در سال 1359 بود. بعد از اون با فیلمنامه نویسی و کارگردانی فیلم 65 دقیقه‌ای رسول پسر ابوالقاسم فعالیت حرفه‌ای خودش رو در سینما آغاز کرد. فرهنگ در بخش‌های دیگر صنعت سینما همچون طراحی صحنه و لباس، طراحی تیتراژ، تهیه کنندگی و غیره نیز فعالیت داشته. از نخستین ساخته‌های تلویزیونیش مجموعه سلطان و شبان نام داشت که پخش اون در سال‌های آغازین دهه 60 با استقبال زیادی روبرو شد. خودش گفته خواهرم چون خیلی علاقه به سینما داشت و اون زمان گوینده رادیو بود، یکی از مشوقین من برای ورود به این عرصه بود. یه روز خواهرم دوان دوان از سر کارش اومد و یه برگه‌ای رو از روزنامه کنده بود که در اون نوشته بود در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 2 ساله که رشته تئاتر تأسیس شده. همین شد که نشستم درس خوندم و تئاتر دانشگاه تهران قبول شدم. با مهدی هاشمی گروه تئاتر پیاده رو سال 47 تشکیل دادیم و دانشجویان علاقه‌مند به این حرفه رو که الان از بهترین‌های سینما و تلویزیون و تئاتر هستن جذب ما شدن و به شکل حرفه‌ای ادامه دادیم. کسانی مثل مرضیه برومند، سوسن تسلیمی، فاطمه معتمدآریا، ایرج طهماسب، حمید جبلی، علیرضا خمسه و بسیاری دیگر بودند، کسانی که الان هر کدام به نوبه خودشون جزو پیشکسوت‌ها یا سردمداران این رشته هستند. داریوش فرهنگ بعد از ازدواج با خانم سوسن تسلیمی صاحب دختری به نام توکا شدند، اما بعد از سالها زندگی به دلیل تصمیم به مهاجرت خانم تسلیمی در سال 1366 از یکدیگر جدا شدند. دخترشون توکا در سوئد گرافیسته و در مطبوعات کار گرافیکی میکنه و کارش رو هم خیلی دوست داره. خودش گفته میونمون با هم بسیار خوبه و مرتب با هم در تماس هستیم. آقای فرهنگ گفته من هم زمان با رشته تئاتر در رشته زبان انگلیسی هم قبول شدم و میخواستم خلبان بشم. به خودم گفته بودم اگه در کنکور تئاتر قبول نشم میرم خلبان میشم.
خلبانی هم به دلیل همون بلند پروازی ها و ماجراجویی هاش دوست داشتم. تا سال سوم دانشگاه به شکل حرفه‌ای در تیم عقاب بازی می کردم. به همین خاطر به مربیگری فوتبال هم علاقه‌مند بودم و بدون تردید اگه تو این حرفه پذیرفته نمی شدم الان مربی یا خلبان بودم. داروش فرهنگ به جیرانی گفته در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران با سوسن تسلیمی آشنا شده. دختری که 2 سال بعد از داریوش پا به دانشگاه گذاشته بود و با جثه‌ای کوچک و چشمانی روشن جلوه‌ای با شکوه رو بر روی صحنه به نمایش می‌ذاشت. اما او در ادامه این مصاحبه گفته ازدواج ما هم خیلی اتفاقی بود. نه عشق و فهمیدیم نه ازدواجو. سوسن به درد ازدواج نمی‌خورد. منم به درد ازدواج نمی‌خوردم. یهو بهش گفتم با هم ازدواج کنیم، اونم قبول کرد. نمیدونم از روی چی اما همین جوری یه جمله گفتیم و بعد ازدواج کردیم. حتی این اواخر هم همدیگر رو که دیدیم و با هم حرف میزدیم میگفت هنوزم همونطوره، میگه من به درد ازدواج نمیخورم. یعنی اینقدر شور و احساسات راجع به این کار هنر داره که ازدواج براش میشد مرحله چندو. دقیقاً یادم نیست دخترم چند سالشه چون فاصله زیادی افتاده، کم کم آدم فراموش میکنه، حتی تولدش رو روزهاش رو هم فراموش میکنه. اما جالبه بدونید کار گرافیک میکنه دخترم، اینو میدونم و خیلی جالبه که پسرم هم کار گرافیکی میکنه. داریوش و سوسن در سال 1366 به سوئد مهاجرت کردن اما فرهنگ بعد از 1 سال دیگه طاقت نیاورد و به کشور برگشت. اما سوسن موند و 3 سال روی یادگیری زبان سوئدی وقت صرف کرد. اولین فیلمی که در سوئد بازی کرد فیلم مرز به کارگردانی رضا پارسا بود. در سال 1370 اولین تئاتر خودش رو در سوئد به نام مدعا که کارگردانی و نوشتن متن و بازی اون همه به عهده خود اون بود به روی صحنه برد که این نمایشنامه از آثار کلاسیک یونان و اساطیر یونانی اقتباس شده بود و خودش با کمک ماسک‌های مختلف اون رو بازی کرد. پیش از این کار در تئاتری به نام آنگرد بازی کرده بود. از سال 1999 میلادی تا 2002 میلادی جزو هیئت مدیره مهمترین مرکز تصمیم گیرنده فیلم سوئد، انستیتوی فیلم سوئد بود و همکنون در وزارت فرهنگ سوئد از اعضای هیئت مشاورین تئاتر. همچنین تدریس بازیگری نیز از فعالیت‌های وی در سوئد. وی نمایشنامه‌های زیادی در سرتاسر سوئد اجرا کرده که اکثر اونها به زبان سوئدی اجرا شدند. اما نکته جالبی که وجود داره اینه که هر دو معتقد بودند که به درد ازدواج نمی‌خورند. حتی بعد از گذر نزدیک به 50 سال هنوز که همدیگر رو ملاقات میکنن و یاد ایام رو زنده نگه میدارن به اون روزها لبخندی میزنن و شاید همین معجزه‌ای که اونها میگن عشق نیست. اما چه کسی میدونه؟ شاید چیزی فراتر از اون باشه. داروش فرهنگ گفته رابطه ی زناشویی من و سوسن تسلیمی قطع شده اما رابطه ی همکاری و دوستیمون قطع نشده. حتی جالبه به شما بگم من با همسر دومم وقتی به سوئد رفتیم تا دخترم رو ببینیم اونجا همسر قبلیم سوسن رو دیدیم و اصلا مشکلی نبود. اگر طوری بود که میتونستم گهگاهی بیام تهران مطمئن باشید خارج از تهران زندگی میکردم چون تهران دیگه جای مناسبی برای زندگی کردن و حتی کار کردن نیست. هر جا طبیعت باشه اونجا میرم. خب دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.